نام خداوند بخشنده مهربان سلام عرض میکنم خدمت تمامی شما بیننده های عزیز. شب شما بخیر، امیدوار هستم که دارای صحت کامل باشید و امشب هم در خدمت شما هستیم در مسابقه IQ. امیدوار هستم که امشب هم در کنار ما باشید و بیننده برنامه خودتان. سه اشتراک کننده در این مسابقه امشب هم اشتراک کردن و رقابت سالم خوبی میخوان داشته باشن. شما هم با ما همراه باشین و به طرف اشتراک کننده ها میریم و مسابقه امشب را آغاز میکنیم. به نام خدا سلام خدمت شما بینندگان تلویزیون آریانا. مسعود احمد رحمت هستم، مسئول 15 هنرای زیبا. به نام خدا یک سلام بر شما، یک سلام به بیننده های عزیز. عبدالهادی فیضی هستم، یک تن از محصلین انستیتوت تکنیک ثانوی. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا محمد نوید حسن هستم، یک تن از محصلین انستیتوت هنرای زیبا. هر سه اشتراک کننده ما امشب میخوان که امتیاز خوبی به دست بیارن. مسعود، عبدالهادی و محمد نوید، شما هم بیننده باشین کدام یکی از اینا میتونه که امتیاز بالاتری به دست بیاره و برنده مسابقه امشب ما شوه. و از همین لحظه شروع میشه مسابقه. سوال عمومی از شما میداشته باشم در نخست، شهر کابل دارای چند ناحیه میباشد؟ شهر کابل دارای 22 ناحیه. شهر کابل دارای 22 ناحیه میباشد و مسعود زودترتون جواب درست بر ما بده و خوشحال اول مسابقه ما هست. به طرف 30 گزینه میریم و انتخاب اولی که مسعود میداشته باشد. کدام گزینه؟ گزینه 7. 7 را انتخاب میکنند. میبینیم. جهانشناسی. قبول. ایالات متحده آمریکا. خب، کشور آمریکا هست یا مو ایالات متحده آمریکا؟ بله. خب، کدام موقعیت است؟ شهر واشنگتن. کدام شهر است؟ واشنگتن دی سی. امو تندیس به نام چی یاد میشه؟ تندیس آزادی. تندیس یا برج آزادی. برج آزادی. خب میبینیم نتیجه را. IQ چه تصمیم میگیره بر خودت؟ بسیار عالی مسعود، تشخیص کاملا درست بود. تندیس یا برج آزادی در شهر نیویورک کشور آمریکا میباشه. خب در نیویورک بود دیگه، ولی خودت واشنگتن گفتی، اشتباه گفتی، ولی بازم IQ لیاز تکت قبول کرد جوابی که برای ما دادی. مسعود خوشبختانه تشخیص خوبی برای ما داد و امتیاز به دست آورد. حال امتیاز مسعود میبینیم. 1000 امتیاز به خودت تبریک باشه، امتیاز خیلی خوبی هست، در قدم اول خیلی عالی بود. عبدالهادی چقدر آماده هست؟ بیا در اول برنامه برای ما بگو چقدر بالا خود باور داری و میتونی که امتیاز خوب به دست بیاری در این مسابقه؟ تقریبا 80-90% دیگه اعتبار داریم. 80-90% خیلی خوب است. اینقدر که اعتماد داشته باشه بالای خود دیگه 100% چیزی نمانده. آها، خدا مهربان است. انشالله که خوب پیش میری. گزینه ها. کدام گزینه؟ گزینه 11 هم. 11 را انتخاب میکنن. اشیا. قبول. ویلچک است. چی؟ ویلچک. زیادتر دمی ارگانای پلیس ما استفاده میکنن. زیادتر دیگه هم به زندانی هایی که دستشون بر میکنن فرار نکنه یا یک خشونت نشان نده. خب میره ببینیم نتیجه را. آفرین عبدالهادی، تشکیل کاملا درست بود. گلچک یا همون دستبند؟ بله، دستبند گفتم ایشانی که همون دست اصطلاح خود همون کسایی که میگردانن ولچک میگنش. بله، خدا نجات بده دیگه، چون که تکا در دست نیفته. خوب است که خدا تانستی زودتر جواب بدی و تشخیص درست بر ما دادی. حال امتیاز عبدالهادی. خودت هم 1000 امتیاز به دست آوردی. ببینیم محمد نوید چی کار میکنه در انتخاب اولی که میداشته باشد از بین گزینه هایی که باقی مانده. گزینه شماره 3. 3 را انتخاب میکنه. میبینیم. شخصیت های مطرح جهان. این یک چهره شناخته شده و مطرح هست دیگه، این حاله قبول باید بکنه چون که امتیاز نداری. میبینیم نام شخصیت مطرح. سیاستمدار نویسنده بریتانیایی. بین سالهای 1940 تا 1945 یعنی در طول جنگ جهانی دوم نخست وزیر بریتانیا بوده. افسر ارتش بریتانیا هم بوده. نتیجه. متاسفانه محمد نوید نتونست تشخیص بده و هرچی که به طرف تصویر دید با او جوابی که میخواست دسترسی پیدا کنه نتونست. نام شخصیت مطرح وینستون چرچیل.
دیگه توضیحات هم برات گفتم که چی کاره بودن، چی کاره شدن، کجا رفتن، چی کارهای دیگه انجام دادن. محمد نوید هیچ امتیازی به دست ناورد. به طرف مسعود میریم که 1000 امتیاز در انتخاب اولش به دست آورد. در حال حاضر گزینه ها. کدام گزینه؟ شماره 9. 9 را انتخاب میکنن. میبینیم. آوازخانه افغانستان. قبول. نام آوازخان. آهنگای قوالی زیادتر میخوانم. بیشتر داشتن از یا آهنگا. شریف غزل. تصوفی هم میخوانم. چی؟ شریف غزل. شریف غزل. خب وقت تمام است، فکر نکنم دیگه جایی برای فکر کردن باشه که خود دوباره فکر کنم. متاسفانه تشخیص درست نبود. قاسم بخش نام آوازخان. تا حال شنیده بودی نام آوازخانه؟ خب ولی متاسفانه مسعود خود تشخیص درست دادن نتونستی و 1000 امتیازت از دست دادی. بازم به طرف خود میاییم و بتانی انشالله که 1000 از دست رفته رو جبران کنی. عبدالهادی، همین لحظه چی احساس داری که خود 1000 امتیاز داری؟ پیشتاز هستی فعلا؟ فعلا دیگه احساس خوش داریم، اگه باشه ببینیم دیگه چی میشه. خوشی داری. 80-90 فیصد به صد نرسید هنوز؟ دیگه 95 خوشی داری. خب 5 فیصد دیگه جایی را نمیگیره. گزینه ها. گزینه 13 هم. 13 را انتخاب میکنن. وسایط نقلیه. قبول. موتر. موتر. از کدام کمپنی؟ مارکتس. چی؟ مارکتس. مارک موتر ببینه پیش رویش هست. خب بطرف مارک ببین مارک کدام کمپنی هست. کدام موتر نامش چی هست؟ ده ثانیه. ساخت فرانسه هم هست. ساخت فرانسه شویلیت نیست؟ شویلیت. وقت تمام شد. نتیجه متاسفانه عبدالهادی تشخیصی که برای ما دادی درست نبود. موتر پژو ساخته کشور فرانسه. چقدر برد گفتم خوب به دقت ببی، به طرف مارکش ببی، شاد که یادت بیه از کدام کشور است، از کدام کمپنی است، ولی متاسفانه نتونستی تشخیص بدی عبدالهادی. و هم بلایی که مسعود سر امتیاز خدا و خود تمام بلا رو سر امتیاز داد. خیر میبینی عبدالهادی هم 1000 امتیاز خود از دست داد و صفر شد. محمد نوید ببینیم چقدر میتونه خوب باشه در این لحظه. گزینه ها. گزینه شماره 30. گزینه 30 را انتخاب میکنه. بعد از وقفه میبینیم که در پشت گزینه 30 چی هست. آیا محمد نوید میتونه تشخیص بده؟ آمدید به بخش دوم مسابقه آیکیو. شما هم دیدین در بخش قبلی محمد نوید گزینه 30 را انتخاب کرد. حال ببینیم در پشت گزینه 30 چی هست. نباتات. قبول یا رد؟ قبول. قبول میکنن. تصویر از گل است. برام بگو نامی گل چی هست. گله؟ چی؟ گل بابونه. چی؟ گل بابونه. گل بابونه. مطمئن هستی گل بابونه است؟ بله. ببینیم نتیجه را. بیشتر از این گل دوای یونانی هم زیادتر استفاده میشه. نی؟ خب میبینیم نتیجه را. بسیار علی محمد نوید. تشخیص کاملا درست بود و خودتان نیست ثانیه بسیار کمی که سپری شد جواب درست بر ما بتی. و خود از این گلار تا حالی گلار از نزدیک دیدی؟ بله. یک حالت مخملی دارن. بله. خیلی زیبا هست این گل. حال میبینیم امتیاز محمد نوید. 1000 امتیاز به خودت تبریک باشه. تشکر. پیشتاز هستی فعلا. ببینیم که تا لحظات آخر برنامه چقدر میتونی امتیاز تا بالاتر ببری. مسعود، چقدر خوش هستی برای نوید؟ زیاد خوش هستم. کدام وادا برات داده چی تو؟ بله. خب یعنی که گفته امتیاز زیاد گرفتیم بازم روی تقسیم میکنم یا یک جای میبرید برای چکر میله؟ نه خیلی شوخی کردم. خب دوستم از بابا خوش میشیم. خب یک دعای خیر. آمین بابره. انشالله که عرصه تان بتانیم که برنده شوین و دست پر از برنامه بریم بیرون. به طرف گزینه ها میریم. شماره 5. 5 را انتخاب میکنن.
شخصیت‌های علمی و فرهنگی افغانستان. قبول. نام شخصیت علمی و فرهنگی؟ یکی از فعالین جامعه مدنی هم هست. یکی از شخصیت رسانه‌ای هم هست. بیشتر هم به رسانه دیده میشه. وقت تمام شد. نام شخصیت علمی و فرهنگی میرحمت جوینده که مسعود نتانستی متاسفانه خودت تشخیص بدی و امتیازی به دست نوردی. عبدالهادی هم یک از آن امتیاز خود از دست داده. زیادم جیگرخون است. ببینیم میتونه جبران کنه. کدام؟ گزینه. گزینه 20. 20 را انتخاب میکنم. شخصیت های فرهنگی افغانستان. قبول. نامی شخصیت فرهنگی؟ مشاور پیشین وزارت اطلاعات فرهنگم بود. استاد رحیم غفوری. بیشتر شخصیت در خارج هم زندگی میکردم و وقتم تمام شد. دکتر حلیم تنویر. نام شخصیت فرهنگی که متاسفانه عبدالهادی خودم نتانست تشخیص بدی و هیچ امتیازی به دست نوردی. محمد نوید 1000 امتیاز داره در انتخاب قبلی که داشت و امتیاز خوبی هم هست. محمد نوید گزینه‌ای که باقی مانده به رنگ نارنجی هست. خود یکی از گزینه‌ها رو انتخاب کرد و خیلی دقیق باشه، چرا که 1000 امتیاز بسیار به سختی به دست آوردی. بله. گزینه ها کدام گزینه؟ گزینه شماره 25. گزینه 25 را انتخاب میکنن. بعد از وقفه میبینیم. خوش آمدید به بخش سوم مسابقه IQ. محمد نوید گزینه 25 را انتخاب کرد. حال ببینیم در پشت گزینه 25 چی هست. تشخیص دادن میتونه محمد نوید؟ شما هم بیننده باشید. آوازخوان‌های افغانستان. قبول. نامی آوازخوان؟ سیما. چی؟ سیما ترانه. سیما ترانه؟ مطمئنی که نامی آوازخوان سیما ترانه هست؟ بله. هنوز وقت داری؟ میخوای که فکر کنی یا نتیجه رو ببینیم؟ نه، ببینیم نتیجه. نتیجه رو ببینیم. زمزمه میکنی از آوازخوان اگر میشه؟ میبینیم نتیجه رو و سر از او گپ میزنیم. بسیار عالی محمد نوید. تشخیص کاملا درست بود. ای آوازخوان نامش سیما ترانه. و خودت آهنگای از ای آوازخوان زیاد میشنوی یا نه؟ آهنگاش دوست داری؟ کدام آهنگ زیاد خوشت میه؟ راست بودسان کنید نشنیدیم خوندن نشید. هیچ نشدی پس دقیقا کمک چرت دادی با شناختی چطو؟ اکسای شدی دیدم. اکسای شده کتابچه خاطرات دادی پوسترهایش پیدا کردی از من ها؟ خب آفرین به خودت محمد نوید. تشخیصت بازم درست بود. حال امتیاز محمد نوید بازم میبینیم. 2000 امتیاز بعد سعودی. امتیاز خیلی خوبی هست. حال میریم به طرف مسعود. خودت هم 1000 امتیاز داری. نه. پشت محمد نوید خود نگرفتی. خیلی خوب در ردش تکسی نگرفتی. تقیب کنندهش هستیم. آه دیگه بی از اون معلوم است. فقط یک پله دیگه کار است به خودت. گزینه ها شماره 15. 15 را انتخاب میکنن. حیوانات. قبول. چی هست نامی حیوان؟ خرس. کدام خرس؟ از خانواده خرس. از پاندا. چی؟ پاندا. پاندا. میبینیم نتیجه را. بسیار عالی. خود دانی کارتونی پاندای کانفوکا را دیدی؟ بله، 4 قسمتش مکمل دیدیم. پس چرا این پاندای کانفوکا را خود دیدی نه؟ بله. باز دیدی پاندا چی رنگی است؟ پس چرا خود دیره گفتی خرس باز؟ چرا رنگ دایرکت نرفتی نگفتی پاندا؟ خب امتیاز مسعود. دیدی گفتم از پشت نوید روان هستی خودت. 2000 امتیاز خودت هم به دست آوردی و با نوید در یک سطح قرار داری.
لحظات بسیار کم از برنامه باقی مانده، ببینیم کدام یک از شما دو نفر میتونه برنده شه. عبدالهادی، خودت در چه وضعیت قرار داری در بین دو برنده؟ والا دیگه سعی میکنم که برسیم بنده لات خونه میکنم. خدا خیرت پیش کنه. یکم وقت پیش بینی راست میه؟ والا شما گفتین دیگه. گزینه ها کدام گزینه؟ گزینه 29. 29. بله. میبینی؟ کارگردانای مطرح سینمای افغانستان. نمیشه گرد کنی؟ امتیاز نداری عبدالهادی، کاش امتیاز میذاشتی. خیلی قبول میکردی. میبینی؟ نام کارگردان. کارگردان در ولایت بغلان زندگی میکنن، از اون ولایت هم هست. نماینده افغان فیلم در بغلان. وقت تمام شد و عبدالهادی نتانست تشخیص بده. قدرت الله تگابی نامی کارگردان هست که خودت نتانستی تشخیص بدی و ایج امتیازی هم بعد سناودی. محمد نوید 2000 امتیاز داره و همچنان مسعود هم 2000 امتیاز داره. ببینیم محمد نوید میتونه امتیاز خود به سطح بالاتر برسانه یا که خدای نخواسته گزینه که انتخاب میکنه صفر نباشه. میبینیم گزینه 6. 6 رو انتخاب میکنم. شخصیت های سیاسی افغانستان. خودت یک بار رد کردی و شانس خلاص است. خلاص است؟ خلاص است. قبول. میبینیم نام شخصیت سیاسی؟ سیاستمدار، عضو ولسی جرگه افغانستان. شش ثانیه، پنج، سه، تمام وقت. متاسفانه محمد نوید خودت چپ بودی دیگه، هیچ چیزی برای گفتن نداشتی، ای به ضرر خودت تمام شد. نام این شخصیت سیاسی عبدالستار خواصی، سیاستمدار و همچنان عضو ولسی جرگه افغانستان هم میباشه. حال امتیاز محمد نوید میبینی. خودت 1000 امتیاز دست دادی، فقط 1000 امتیاز باقی ماند. مسعود چقدر خوش هستی دیگه نی؟ 2000 امتیاز نمتو مانده. خب توکل به خدا ببینی که میمانه یا کم میشه. سفر نشه بیخی. چی خدا نکنه. چی خواهد شد؟ خیر. خودت هم مقدر. چانس هست. خب میبینیم علی. شماره 19. 19 را انتخاب میکنن. شخصیت های سیاسی جهان. قبول یا رد؟ قبول. نام شخصیت سیاسی؟ رئیس جمهور قزاقستان هم است. شش ثانیه. وقت تمام شد. میبینیم متاسفانه مسعود نتونست تشخیص بده. نام شخصیت سیاسی جهان نور سلطان نظربایوف، رئیس جمهور کشور قزاقستان. امتیاز تا میبینیم. 1000 امتیاز خودم از دست رفت، فقط 1000 امتیاز باقی مانده. حال به طرف عبدالهادی میریم و گزینه ها. گزینه 8. 8 را انتخاب میکنم. متاسفانه 8 را انتخاب کردی، صفر بود عبدالهادی. شانس دیگه ایتم سوخت. محمد نوید و گزینه ها. گزینه 21. 21. هنرپیشه های مطرح سینمای جهان. رد نمیتونم؟ نه، یک بار رد کردی. قبول. نام هنرپیشه مطرح چی است؟
از کشور ایران هم است. حیات نیستن، در سال 1379 وفات کردن. متاسفانه محمد نوید نتانست تشخیص بده. نامی هنر بیشه محمد علی فردین که فعلا حیات نیستن، دیگه مشهورترین چهره شناخته شده هست در سینمای ایران. حالا وقت برنامه تمام شد، امتیاز هر سه شاکرنده رو میبینیم. محمد نوید امتیاز صفر شد، مسعود 1000 امتیاز و عبدالهادی هم صفر باقی ماندن در برنامه. و برنده مسابقه امشب ما مسعود هست که تانست 1000 امتیاز خود حداقل تا آخر برنامه بکشاند. تبریک باشه به خودت، تشکر از حضور هر سه شما، سلامت باشین، وقت خوش داشته باشین. سلامت تا برنامه بعد، دیدار بعد، خدا نگهدار.